بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمتگر مهربان. الف لام را. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را، کتابی است که آن را به سوی تو فرود آوردیم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آوری، به سوی راه آن شکست ناپذیر ستوده. الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب شديد. خدایی که آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است از آن اوست و وای بر کافران از عذابی سخت. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. همانان که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند و مانع راه خدا می شوند و آن را کج می شمارند، آنانند که در گمراهی دور و درازی هستند. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم. و ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق را برای آنان بیان کند، پس خدا هر که را بخواهد بیراه می گذارد و هر که را بخواهد هدایت می کند و اوست ارجمند حکیم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. و در حقیقت موسى را با آیات خود فرستادیم و به او فرمودیم که قوم خود را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون آور و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن که قطعا در این یادآوری برای هر شکیبای سپاسگزاری عبرت هاست. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. و به خاطر بیاور هنگامی را که موسی به قوم خود گفت نعمت خدا را بر خود به یاد آورید آنگاه که شما را از فرعونیان رهانید، همانان که بر شما عذاب سخت روا می داشتند و پسرانتان را سر می بریدند و زنانتان را زنده می گذاشتند و در این امر برای شما از جانب پروردگارتان آزمایشی بزرگ بود. و اذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم این عذابی لشدید. و آنگاه که پروردگارتان اعلام کرد که اگر واقعا سپاسگزاری کنید نعمت شما را افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی نمایید قطعا عذاب من سخت خواهد بود. و قال موسى ان تكفروا
انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. و موسی گفت اگر شما و هر که در روی زمین است همگی کافر شوید، بی گمان خدا بی نیاز ستود صفات است. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند، قوم نوح و عاد و ثمود و آنان که بعد از ایشان بودند، و کسی جز خدا از آنان آگاهی ندارد، به شما نرسیده است؟ فرستادگانشان دلایل آشکار برایشان آوردند، ولی آنان دستهایشان را به نشانه اعتراض بر دهانهایشان نهادند و گفتند ما به آنچه شما بدان مأموریت دارید کافریم و از آنچه ما را بدان می‌خوانید سخت در شکیم. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. پیامبرانشان گفتند مگر درباره خدا پدید آورنده آسمان ها و زمین تردیدی هست؟ او شما را دعوت می کند تا پاره ای از گناهانتان را بر شما ببخشاید و تا زمان معینی شما را مهلت دهد. گفتند شما جز بشری مانند ما نیستید، می خواهید ما را از آنچه پدرانمان می پرستیدند باز دارید، پس برای ما حجتی آشکار بیاورید. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. پیامبرانشان به آنان گفتند ما جز بشری مثل شما نیستیم، ولی خدا بر هر یک از بندگانش که بخواهد منت می‌دهد و ما را نرسد که جز به اذن خدا برای شما حجتی بیاوریم، و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. و چرا بر خدا توکل نکنیم و حالان که ما را به راه‌هایمان رهبری کرده است؟ و البته ما بر آزاری که به ما رساندید شکیبایی خواهیم کرد، و توکل کنندگان باید تنها بر خدا توکل کنند.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. و کسانی که کافر شدند به پیامبرانشان گفتند شما را از سرزمین خودمان بیرون خواهیم کرد مگر اینکه به کیش ما بازگردید. پس پروردگارشان به آنان وحی کرد که حتما ستمگران را هلاک خواهیم کرد. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. و قطعا شما را پس از ایشان در آن سرزمین سکونت خواهیم داد، این برای کسی است که از ایستادن در محشر به هنگام حساب در پیشگاه من بترسد و از تهدیدم بیم داشته باشد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. و پیامبران از خدا گشایش خواستند و سرانجام هر زورگوی لجوجی نومید شد. من ورائه جهنم و يسقى من ماء صديد. آن کس که دوزخ پیش روی اوست و به او آبی چرکین نوشانده می شود. یتجرعه ولا یکاد یسیغه و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت و من ورائه عذاب غلیظ. آن را جرعه جرعه می نوشد و نمی تواند آن را فرو برد و مرگ از هر جانبی به سویش می آید ولی نمی میرد و عذابی سنگین به دنبال دارد. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. مثل کسانی که به پروردگار خود کافر شدند کردارهایشان به خاکستری میماند که بادی تند در روزی طوفانی بر آن بوزد، از آنچه به دست آورده اند هیچ بهره‌ای نمیتوانند برد. این است همان گمراهی دور و دراز. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. آیا در نیافته ای که خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده؟ اگر بخواهد شما را میبرد و خلق تازه‌ای میآورد. وما ذلك على الله بعزيز. فإن كار بر خدا دشوار نیست. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. و همگی در برابر خدا ظاهر می شوند، پس ناتوانان به گردن کشان می گویند ما پیروان شما بودیم، آیا چیزی از عذاب خدا را از ما دور می کنید؟ میگویند اگر خدا ما را هدایت کرده بود قطعا شما را هدایت می کردیم، چه بیتابی کنیم چه صبر نماییم برای ما یکسان است، ما را راه گریزی نیست.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. و چون کار از کار گذشت و داوری صورت گرفت، شیطان می گوید در حقیقت خدا به شما وعده داد، وعده راست، و من به شما وعده دادم و با شما خلاف کردم و مرا بر شما هیچ تسلطی نبود جز این که شما را دعوت کردم و اجابتم نمودید، پس مرا ملامت نکنید و خود را ملامت کنید. من فریاد رس شما نیستم و شما هم فریاد رس من نیستید. من به آنچه پیش از این مرا در کار خدا شریک می دانستید کافرم. آری ستمکاران عذابی پردرد خواهند داشت. و ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها بإذن ربهم تحیتهم فیها سلام. و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند به بهشتهایی درآورده می شوند که از زیر درختان آن جویبارها روان است که به اذن پروردگارشان در آنجا جاودانه به سر می برند و درودشان در آنجا سلام است. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. آیا ندیدی خدا چگونه مثل زده؟ سخنی پاک که مانند درختی پاک است که ریشه‌اش استوار و شاخه‌اش در آسمان است. تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. میوه‌اش را هر دم به اذن پروردگارش میدهد و خدا مثلها را برای مردم میزند شاید که آنان پند گیرند. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. و مثل سخنی ناپاک چون درختی ناپاک است که از روی زمین کنده شده و قراری ندارد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خدا کسانی را که ایمان آورده اند در زندگی دنیا و در آخرت با سخن استوار ثابت می گرداند و ستمگران را بیراه می گذارد و خدا هر چه بخواهد انجام می دهد. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا قومهم دار البوار. آیا به کسانی که شکر نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند ننگریستی؟
جهنم یصلونها و بئس القرار. در آن سرای هلاکت که جهنم است و در آن وارد می شوند و چه بد قرارگاهی است. و جعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. و برای خدا مانندهایی قرار دادند تا مردم را از راه او گمراه کنند. بگو برخوردار شوید که قطعا بازگشت شما به سوی آتش است. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. به آن بندگانم که ایمان آورده اند بگو نماز را برپا دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم پنهان آشکارا انفاق کنند، پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی باشد و نه دوستی. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. خداست که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان آبی فرستاد و به وسیله آن از میوه ها برای شما روزی بیرون آورد و کشتی را برای شما رام گردانید تا به فرمان او در دریا روان شود و رودها را برای شما مسخر کرد. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. و خورشید و ماه را که پیوسته روانند برای شما رام گردانید و شب و روز را نیز مسخر شما ساخت. و آتاكم من كل ما سألتموه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها این الانسان لظلوم کفار. و از هرچه از او خواستید به شما عطا کرد و اگر نعمت خدا را شمار کنید نمی توانید آن را به شمار درآورید. قطعا انسان ستم پیشه ناسپاس است. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یاد کن هنگامی را که ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را ایمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. پروردگارا آنها بسیاری از مردم را گمراه کردند، پس هر که از من پیروی کند بیگمان او از من است و هر که مرا نافرمانی کند به یقین تو آمرزنده و مهربانی. ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردگارا من یکی از فرزندانم را
در دره ای بیکشت نزد خانه محترم تو سکونت دادم. پروردگارا تا نماز را به پا دارند، پس دلهای برخی از مردم را به سوی آنان گرایش ده و آنان را از محصولات مورد نیازشان روزی ده، باشد که سپاس گذاری کند. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. پروردگارا بیگمان تو آنچه را که پنهان می‌داریم و آنچه را که آشکار می‌سازیم می‌دانی و چیزی در زمین و در آسمان بر خدا پوشیده نمی‌ماند. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. سپاس خدای را که با وجود سال خوردگی اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. به راستی پروردگار من شنونده دعاست. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. پروردگارا مرا بر پادارنده نماز قرار ده و از فرزندان من نیز. پروردگارا و دعای مرا بپذیر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پروردگارا روزی که حساب برپا می شود بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشای. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. و خدا را از آنچه ستمکاران می کنند غافل مپندار، جز این نیست که کیفر آنان را برای روزی به تأخیر می اندازد که چشمها در آن خیره می شود. مهطعین مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیهم طرفهم و افئدتهم هواء. شتابان سر برداشته و چشم بر هم نمی زنند و از وحشت دلهایشان تهی است. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. و مردم را از روزی که عذاب بر آنان می آید بترسان، پس آنان که ستم کرده اند می گویند پروردگارا ما را تا چندی مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از فرستادگان تو پیروی کنیم. به آنان گفته می شود مگر شما پیش از این سوگند نمی خوردید که شما را فنایی نیست. و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال. و در سراهای کسانی که بر خود ستم روا داشتند سکونت گزیدید و برای شما آشکار گردید که با آنان چگونه معامله کردیم و مثلها برای شما زدیم. و قد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و این کان مکرهم لتزول منه الجبال. و به یقین آنان نیرنگ خود را به کار بردند و جزای مکرشان با خداست، هرچند از مکرشان کوها از جای کنده می شد. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله
این الله عزیز ذو انتقام. پس مپندار که خدا وعده خود را به پیامبرانش خلاف می کند، که خدا شکست ناپذیر انتقام گیرنده است. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. روزی که زمین به غیر این زمین و آسمان ها به غیر این آسمان ها مبدل گردد و مردم در برابر خدای یگانه قهار ظاهر شوند. و ترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد. و گناهکاران را در آن روز می‌بینی که با هم در زنجیرها بسته شدند. سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار. تنپوش هایشان از قطران است و چهره هایشان را آتش می پوشاند. لیجزی الله کل نفس ما کسبت این الله سریع الحساب. تا خدا به هر کس هرچه به دست آورده است جزا دهد، که خدا زود شمار است. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. این قرآن ابلاغی برای مردم است تا به وسیله آن هدایت شوند و بدان بیم یابند و بدانند که او معبودی یگانه است، و تا صاحبان خرد پند گیرند.